رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران، چنان که می دانید به خواندن تاریخ نشسته ایم و به ویژه به تاریخ شیعیگری می پردازیم. از کتاب شیعیگری علامه احمد کسروی و در بخش دوم نیز چندی شاهنامه می خوانیم به خدمتتان. باری از شیعیگری سه گفتار نخست را به پایان رسانیدیم و در گفتار چهارم هستیم تحت عنوان زورگویی هایی که ملایان می کنند. گفتار نخست در تاریخچه پیدایش این کیش می بود. عرض می شود که گفتار دوم در مورد ایرادهایی که به این کیش وارد است و گفتار سوم زیانهایی که از این کیش برمیخیزد. این سه گفتار را با هم خواندیم و اینک در گفتار چهارم زورگویی هایی که ملایان میکنند. بار دیگر توجه شما ناظرین را جلب میکنم به این که تاریخ کتاب در روان 100 سال پیش است. در نتیجه حکومت عرض می شود که حاضر حکومت دوران پهلوی است، به ویژه دوران رضا شاه. باری از شیعیگری چنان که می شایست سخن راندیم و اکنون می خواهیم از ملایان و زورگویی های آنان سخن برانیم. شاید برای شما بینندگان و شنوندگان عزیز این امر مشتهر باشد، به قول قدما و شنیده باشید که مرحومی کسروی فرموده است که ما ملت یک حکومت به این ملایان بدهکاریم. چنین نیست نازنینان، چنین جمله‌ای از استاد ما در نیامده، اما چیزی نزدیک به این سخن رو ما در این بخش میبینیم. در واقع به نوعی اشاره است به اینکه اینها همیشه این هوس را در سر میدارند که در طبقه حاکم باشند. شیعیگری که خود دستگاهی بوده، ملایان به روی آن دستگاهی چیدند، یعنی دستگاه در دستگاه. شیعیگری با آن پیچهایی که خورده و آن رنگهایی که گرفته به این نتیجه رسیده که سرشتداری یا فرمان روایی در این زمان از آن امام ناپیداست. ملایان آن را گرفته میگویند ما جانشین آن امامیم و فرمان روایی امروز از آن ماست. بله، در حقیقت میگوید که بعد از غیبت صغرا 4 نائب خاص داشت امام زمان، چنان که دیدیم، و بعد از آن که به غیبت کبرا رفت حضرتشان، دیگه در واقع نائب خاص نداریم بلکه نائب عام داریم. حالا نائب عام کیه؟ کلیه فقیهان، مجتهدان، آیت الله ها، اینا همگی جانشینه یا نائب عام حضرت امام زمان هستند.
اوائل انقلاب هم میگفتن، امروز هم میگن امام خمینی نائب بر حق امام زمان، امام خامنه ای نائب بر حق امام زمان، پسر امو هم که هستن. شایعه هم هست که با لهجه عربی غلیظ با هم حرف میزنند. خب دیگه با همین عنوان مردم را زیر دست خود میپندارند و از ایشان زکات و مال امام میگیرند. این مال اون زمانی که عرض کردم، یعنی هنوز این ملایان حاکمه بر جامعه نبودند، اما اون موقع هم این دزدی را داشتند همیشه. با همین عنوان مردم را زیر دست خود میپندارند و از ایشان زکات و مال امام میگیرند. از آن سوی دولت را جائر و غاصب شمرده به مردم چنین میآموزند که تا توانند مالیات نپردازند و فرزندان خود را به سربازی نفرستند و اگر پول دولت به دستشان افتاد با اجازه علما بدزدند. اکنون که ایران مشروطه پذیرفته، عرض کردم نزدیک به 100 سال پیش از این کتاب، و مشروطه دوران جوانی خود را سپری می کرد، اکنون که ایران مشروطه پذیرفته و از روی قانونها زندگی می کند، تمام نفس این انقلاب شریف مشروطه که خون پاک بزرگان ما و جوانان ما در این راه ریخته شد بر همین خواست استوار بود، قانون مداری به جای فرمان مداری. یک نفر شخص شخیص پادشاه برای توده مردم تصمیم نگیرد، قدرت در یک جا متمرکز نباشد، چون این به عقل مردم 100 سال پیش و 150 سال پیش ما، به عقل نیاکان ما رسیده بود، امروز هم به عقل همه مردم میرسه که آقا قدرت وقتی در یک جا متمرکز شد فساد به بار می آورد. اطرافیان اون آدم قدرتمند شروع میکنن به مدیح سراوی و چاپلوسی، بادمجان دور قاب چینی به دور خودم به قول خودمان، و بعد کم کم اون ممدوح باورش میشه فکر میکنه که ای بابا قراره، آره من پرچم رو خودم به دست خودم به دست امام زمان برسونم، پس ای زمین فخر کن که بر تو راه می روم، ای هوا فخر کن که در تو نفس می کشم. فساد به بار میاد، دایره خودی ها و غیر خودی ها به وجود میاد. این رو اون اجداد ما فهمیده بودن، بله؟ و این انقلاب مشروطه به این نیت و به این خواسته و برای رسیدن به قانون، قانون مداری انجام شد و پیروز هم شد. اما هر آینه این طفل نوپا را از پا در آوردند مستبدین. باری اکنون که ایران مشروطه پذیرفته و از روی قانونها زندگی می کند، ملایان با این نیز دشمنی می نمایند و مردم را به بدخواهی و کارشکنی وامی دارند. این یک دعوی بسیار بزرگی است که ملایان می کنند و زیان آن نیز بسیار بزرگ است.
خود شیعیگری با زیانهایش یک سو، این دعوی ملایان و زیانهایش نیز یک سو. سرشتداری، واژه سرشتداری را علل اطلاق استاد ما به جای حکومت به کار میبرد. به جای حکومت، سرشتداری رکن سهنده زندگانی توده است. سهنده، رکن سهنده، رکن حساس، مهم، قابل توجه. حکومت امر مهمی است و حکومت متعلق به مردم است. صاحبین اون مملکت ما مردم هستیم، ما مردم، نه یک نفر خاص، نه یک هیئت خاص، همه ما مردم. سرشتداری رکن سهنده زندگانی توده است. از این رو از 200 سال باز که در میان توده های اروپا و آمریکا تکانی پیدا شده، گفتگوها در این زمین رفته و شورش ها پدید آمده و خون ها ریخته شده. بیش عوض نمی گوییم دعوی ملایان بسیار بزرگ است. از آن سو نتیجه این دعوی دودلی مردم و سرگردانی ایشان است، زیرا ملایان که سرشداری را از آن خود می شمارند، آن را به دست نمی گیرند و خود نتوانند گرفت. اشتباه کرد استاد ما در اینجا. او می پنداشت ملایان نمی توانند حاکم بشوند. این جایگاه را برای ملایان متصور نبود استاد ما. او می پنداشت که اینها فقط در همین آرزو خواهند بود، این را به عنوان یک آرزو همیشه به گور خواهند برد. اما قضا را چنان شد، در حدود عرض می شود که کمی بیش از نیم قرن پس از استاد، این اتفاق رقم خورد. پس ناچاری است که سررشته دار دیگری باشد و مردم نیز به آن خوشبین نباشند. دولتی باشد که مردم آن را ستمکار و جائر شناسند و از بدخواهی و کارشکنی باز نیستند. به گفته یکی از یاران، از درون به چیزهایی باور دارند که نتوانند به کار بست و در بیرون به کارهایی برخیزند که باور ندارند. ملایان با دولت ایران همان رفتار را می کنند که امامانشان با خلافت اسلامی کردند، چنان که امام جعفر صادق به خلافت نمی کوشید و آن را به دست نمی آورد و به دیگران که کوشیده و به دست آورده بودند گردن نمی گذاشت و بلکه پیروان خود را به دشمنی و کارشکنی وامی داشت. همچنان ملایان خودشان رشته کارها را به دست نمی گیرند و به دیگران که گرفتند گردن نگذارده، مردم را به بدخواهی و دشمنی برمی انگیزند، بلکه می توان گفت که زورگوی اینان بیشتر است تا زورگوی آنان، زیرا به جعفر ابن محمد اگر خلافت را دادندی بیگمان آن را پذیرفتی، چنان که نوش علی ابن موسی ولی عهدی مأمون را پذیرفت.
آخه هیچ موقع ما نشستیم فکر کنیم که اگر هم فکر کردیم چرت و پرت آخوند رو قبول کردیم. آقا چطور شد که امام رضا حاضر شد ولایت عهدی مأمون خلیفه جائر ستمکار بی خدا و کافر عباسی رو قبول کنه؟ مگه تا پیش از اون نمی گفتن این خلفای عباسی چنینند و چنانند؟ مگه هارون رشید پدر مأمون قاتل پدر امام رضا نبوده به گفته خودشان، به باور خودشان؟ خب از چگونه شده پسر این شده ولیعهد پسر اون؟ چطور اینو تونسته چنین چیزی رو بر خودش هموار کنه؟ خب یکیش بایستی نادرست باشه، جور در نمیاد. بنابراین اینجا میبینیم که در حقیقت نه چنان است، این ملایان دستشون به گوشت نمیرسیده که میگفتن پیف پیف بومیده. بله موقعی که دستشون به گوشت رسیده خیلی هم خوب بلد بودن بخورن. زیرا به جعفر ابن محمد اگر خلافت را دادندی بیگمان آن را پذیرفتی، چنان که نبعش علی ابن موسی ولی عهدی مأمون را پذیرفت. لیکن به ملایان اگر سرشتداری داده شود نخواهند پذیرفت و نخواهند پیش آمد. این داوری استاد ما اشتباه بوده، زیرا ایشان گذشته از این که گروهی بی سر و سامانند و پیداست که سرشتداری نتوانند، خود ایشان بهتر می شمارند که در نجف یا قم یا شهرهای دیگری نشینند و بی تاج و تخت فرمان رانند و پولهای مفت گیرند و بی رنج و آسوده به خوشی پردازند. سرشتداری یا فرمان روایی به سپاه نیاز دارد، شهربانی و شهرداری یا دیگر اداره ها خواهد. سرشتدار باید پاسخده آرامش شهرها و آسایش مردم و آبادی کشور باشد. در واقع در یک کلمه استاد میگوید که حاکم بایستی یک فرد لایق باشه و این آخوندها خودشون میدونن که هیچ لیاقتی ندارن، کاری از دستشون بر نمیاد، از این رو وارد این معرکه نمیشن، هرگز نمیخوان حکومت رو علنن به دست بگیرن، اینها دوست دارن حکومت در سایه باشند. ملایان نمیخواهند این کارها را به گردن گیرند، دوست میدارند که بی هیچ رنجی باج گیرند و بی هیچ پاسخدهی فرمان رانند. البته امروز هم چنین است، منتها خب خیلی علنی، یاد بر مسند قدرت هم نشستند و همین است که هست، همین است که هست. اعتراضم بکنی فوراً دشمن خدا و پیغمبری، محاربی، واجب القتلی، محذور الدمی. لام تا قام حرف حق زدن نداری، حق زدن نداری. آنان سود خود را در این میشناسند که بدان سان که امروز هست دولتی باشد که کشور را راه برد و کارهای سرشتداری را انجام دهد، ولی در همان حال در پیش مردم جائر شناخته شده، مردم از درون علما را پیشوا و فرمان روا شناسند و پولهاشان را به آنان پردازند. رنج را دولت کشد،
و سود را آنان برند. دولت که سپاه می‌گیرد، پاسبان و ژاندار نگاه می‌دارد. چرا این چیزا برای استاد ما مهم بوده؟ برای اینکه آقا اون زمان این مملکت ایران ما یک بلبشویی بود تا قبل از زمان رضا شاه. امنیت وجود نداشت به معنی واقعی کلمه، راه وجود نداشت، بهداشت وجود نداشت، مدرسه وجود نداشت، دانشگاه وجود نداشت، شناسنامه وجود نداشت، اداره وجود نداشت. چه بگویم، همه اینها از خدمات رضا شاهه. ولی ای کاش که به فرموده نمی بود، ای کاش که از مسیر قانون پیش می رفت. اینها ملزومات زمانه بود البته، اما به قول استاد نازنینم، استاد بزرگ و بزرگوارم، استاد بهرام مشیری که عمرش دراز باد، روزی فرمود که این آقای آتاتورک که هم دوره بوده است با رضا شاه ما در ترکیه، سکه ضرب می کند و بر اون سکه نوشته شده حاکمیت ملتندر، حاکمیت ملتندر، یعنی حاکمیت از آن مردم است، دولت ها خدمتگزار مردم میبایستی باشند، پاسخگوی مردم میبایستی باشند، نه که صاحب مردم باشند، نه که مردم به اونها پاسخگو باشند. کار در ایران ما همیشه وارونه بوده. باری از بحث دور نیفتیم. آنان یعنی ملایان سود خود را در این میشناسند که بدانسان که امروز هست دولتی باشد که کشور را راه برد و کارهای سرشتداری را انجام دهد، ولی در همان حال در پیش مردم جائر شناخته شده، مردم از درون علما را پیشوا و فرمان روا شناسند و پولهاشان را به آنان پردازند. رنج را دولت کشد و سود را اینان برند. دولت که سپاه می گیرد، پاسبان و ژاندار نگاه می دارند، اداره ها برپا می کند، هر چه بگیرد حرام است. ولی ملایان به هیچ کاری نمی پردازند و هیچ پاسخدهی به گردن نمی گیرند و هر چه بگیرند حلال شمرده می شود. شما پیدا کنید پرتقال فروش را. دولتیان همگی به دوزخ روند و آخوندها یک سره رو به بهشت آورند. پاسبان که در گرما و سرما شبها را بیداری می کشد و به خاندانها نگهبانی می کند، گناهکار باشد. ولی ملازادگان و سید بچگان ولگرد و مفتخار نیکوکار باشند. کوتاه سخن، یک حکومت عرفی باشد بدنام و بی ارج و یک حکومت شرعی باشد ارجمند و نیکنام. رنج را آن کشد و سود را این برد. این آرزویی است که ملایان می‌دارند و تا کنون پیش بردند، ولی بی گفتگوست که این آرزو یک سره به زیان توده است، چنان که گفتیم این نتیجهش دودلی مردم است و نتیجه دودلی به جز درماندگی و بدبختی یک توده نتواند بود. مردمی که 20 میلیون جمعیت اون موقع ایران
مردمی که 20 میلیون بیشتر یا کمتر توده‌ای پدید آورند و در یک جا میزیند، باید همگی ایشان به کارهای توده‌ای ارج گذارند و دلبستگی دارند. هر یکی خود را پاسخ ده پیشرفت آن کارها دانسته، به اندازه تواناییش کوشش دریغ نگوید. اون کشور خانه ایشان است، سرچشمه زندگانی ایشان است، باید به نگاهداری آن کوشند و سربازی در راه آن را بایای خود دانند. از این روز که یک توده پیروزمند تواند بود و با سرفرازی آزاد تواند زیست. ملی‌گرایی، عشق به میهن، میهندوستی. میهن رو مثل خانه خودت بدونی. در راه حفظ میهنت به جان کوشا باشی. وقتی که میری تو خیابون آشغال نریزی، تو خیابون آشغال میریزی کف اتاق خونت؟ نه نمیریزی، میبری میریزی سطل آشغال تو خونه. خیابونم که میری فکر کنی خونته، آشغال کف خیابون نندازی. مثال، مگه تو خونه سگ و گربه نگهداری نمی کنی؟ تو کوچه هم اگه سگ و گربه دیدی با سنگ نزنی. مگه به زن و بچت نیکوکاری نمی کنی؟ همسایت هم که دیدی نیکوکاری کنی. بله؟ میهن رو مثل خونه خودت بدونی، میهن رو مثل خانه خودمان بدانیم. مردمی که به کشور خود دلبستگی ندارند و به کارهای توده‌ای ارج نگذارند، جای هیچ گفتگو نیست که بیگانگان به ایشان چیره خواهند گردید و یوغ بندگی را به گردن ایشان خواهند گذاشت. این است نتیجه آن رفتار ملایان. 20 میلیون توده را، امروز باید گفت 90 میلیون توده را، 20 میلیون توده را دچار بدبختی میگردانند. از اینجاست که میگوییم دعوی ملایان بسیار بزرگ است و زیان آن نیز بسیار بزرگ میباشد. باری یاران اجازه فرمایید که این گفتار را در اینجا نگاه داریم و در جلسه آینده به ادامه آن بپردازیم. بازگردیم به کتاب خودمان، شاهنامه حکیم طوس. البته داریم اشعار دقیقی شاعر را فعلا با هم میخوانیم. در پادشاهی گشتاسپ هستیم و در آغاز جنگ گشتاسپ، امپراتور ایران زمین و ارجاسپ، شاه ایران، شاه توران و چین. پیشبینی جاماست رو با هم خواندیم و امروز صبح روز واقع است. چون در گذشت آن شب و گشت روز، بتابید خورشید گیتی فروز. به زین برنشستند هر دو سپاه، همی دید از آن کوه گشتاسپ شاه. چو از کوه دید آن شه بافرین، که اندر نشستند گردان به زین، سیه رنگ بهزاد را پیش خواست. شب رنگ بهزاد، این نام اسب سیاوش بوده و در اینجا نیز نامی از او رفته. باور بر این بوده که این اسب نسل به نسل در دست پادشاهان چرخیده تا به گشتاسپ رسیده. پس از او می‌دانیم کیخسرو بر این اسب می‌نشسته و پس از کیخسرو لخراس و حالا هم گشتاسپ. سیه رنگ بهزاد را پیش خواست،
که گفتی کوه بیستون است راست. بر این اسب سوار میشه و از بالای اون کوه به نظاره جنگ دلاوران. بر او برفکندند برگستوان، بر او برنشستان شه پهلوان. برگستوان رو هم که پیش از این به خدمتون عرض کردم پوششی بوده، در واقع به نوعی می شود گفتش که محافظ که بر روی اسب می انداختن تا اسب از ضربات تیغ و تیر و نیزه دشمن بیشتر در امان بماند. چو صفهای گردان بیاراستند، یلان هم نبردان همی خواستند. بکردند یک تیر باران نخست، دو لشکر در آغاز از فاصله‌ای که دارن با تیرباران جنگ آغاز می‌کنن. بکردند یک تیرباران نخست، به سان تگرگ بهاران درست. برفت آفتاب از جهان ناپدید، چه داند کسی کان شگفتی ندید. به پوشیده شد چشمه آفتاب، ز پیکان های درفشان چو آب. تو گفتی هوا ابر دارد همی، وزان ابر الماس بارد همی. توصیف زیبایی کرده در اینجا دقیقی از پرواز تیرها و پیکانها در آسمان و فرود آمدن آنها بر جسم و جان سپاهیان. تو گفتی هوا ابر دارد همی، وزان ابر الماس بارد همی. وزان گرزداران و نیزه وران همی تاختند آن بر این بران. هوا زین جهان بود شبگون شده، زمین سر به سر پاک پرخون شده. بیامد نخست آن سوار هجیر. هجیر به معنای با هی دو چشم، به معنای جلد و چابک و فرز است در واقع. بیامد نخست آن سوار هجیر، پس شهریار جهان اردشیر. شاهزاده ایرانی به آوردگه رفت چون پیل مست. تو گویی مگر توس اسمه بده است. توس رو به یاد داریم در دوران کاووس و در دوران خسرو. او شاهزاده ایرانی بود، توس نوذر و سپهبدان سپاه ایران بود در واقع. و چون در اینجا در واقع مدت هاست که از داستانهای رستم و طوس و یلان کاووسی و خسروی گذشته، این است که در اینجا از اونها به عنوان تمثیل یاد می شود. می گوید این شاهزاده ایرانی تو گویی به مثال طوس بود. طوس هم شاهزاده ایرانی بود. اینجا اردشیر هم چون شاهزاده ایرانی بود همگان رو به یاد طوس می انداخت. یا آمد نخستان سوار هجیر، پس شهریار جهان. پس رو هم عرض کردیم جلسه گذشته و پیشتر که به معنای خویشاوند نزدیک و می شود به معنای فرزند نیز آن را گرفت، فرزند شهریار جهان. بیا آمد نخستان سوار هجیر، پس شهریار جهان اردشیر. داوردگه رفت چون پیل مست، تو گفتی مگر توس اسمه بده است. بدین سان همی گشت پیش سپاه، نبود آگه از بخش خورشید و ماه. بیامد یکی ناوکش برمیان، گزارنده شد بر سلیح کیان.
ناوکم یعنی تیر. بنابراین چنان که جاماست نیز پیشگویی کرده بود، این اردشی پس از کشتن مقادیری چند از تورانیان کشته می شود. ز بور اندر افتاد خسرو نگون، بور اسب سرخ رنگ. ز بور اندر افتاد خسرو نگون، تن شاهوارش پر از خاک و خون. دریغ آن نکو روی تابان چو ماه، که بازش ندید آن خردمند جا. بیامد پس آزاد شیرو چو گرد، کجا زو بیاموخت هر کس نبرد. به پیش اندر آمد به دست اندر آو، به زهراب داده یکی خنجر آو. غریبی برآورد برسان شیر، بسی دشمن آورد چون گور زیر. ابرکین و آن شاهزاده سوار، بکشت از سواران دشمن هزار. به هنگامه بازگشتن ز جنگ، که روی زمین کرده بود رنگ رنگ. بیامد یکی تیرش اندر قفا، بیفتاد آن شاهزاده جدا. دریغ آن نبرد گرانمای گرد، که نادیده باز آن پدر را ببرد. بیامد پسش باز شیدسپ شاه. شاه اینجا به معنی شاهزاده است، منظور گشتاسپ نیست. بیامد پسش باز شیدسپ شاه، که تابنده بود روی او همچون ماه. یکی باره برنشسته چون نیل، به تگ همچو آهو، به تن همچو پیل. تگ یعنی سرعت دویدن، سرعت دو در واقع. به آورد گه رفت و نیزه بگاشت. گاشتن نیزه یا نیزه گشتن، نیزه گردانیدن از آداب نبرد آن دوران بوده. به آورد گه رفت و نیزه بگاشت، چو لختی بگردید و باره بداشت. بگفتا کدام است کهرم سترگ. کهرم یا کهرم بسته به ضرورت شعر تلفظ می شود، از سرداران توران بود که در جلسه پیش نامی از او رفت. بگفتا کدام است کهرم سترگ، کجا پیکرش پیکر ببر و گرگ. بیامد یکی دیو و گفت منم. یه قولی میشه خدا میومد گفت منم اون کهرم یا کهرم. بیامد یکی دیو و گفت منم، که با گرسنه شیر دندان زنم. به نیزه بگشتند هر دو چو باد، بزد ترک را نیزه شاه زاد. از اسب اندر آورد و ببرید سرش، به خاک اندر افکند زرین کمرش. همی گشت در پیش گردان چین، به سان یکی کوه بر پشت زین. از کهرم را از پا در می آورد و همچنان در میدان جنگ ایستادگی می کند این شیدسپ. همانا چونو مرد دیده نبود، همانا چونون مرد دیده ندید. به خوبی چونو گوش کمتر شنید. یکی ترک تیری برو برگشاد، شدان خسرو شاهزاده به باد.
دریغ آن شه پروریده به ناز، بشد روی او باب نادیده باز. خب میبینیم که در پایان هر کشتاری که انجام میشود دقیقی بیتی یک یا بیتی دو در رسای این پهلوانان یاد میکند. تا به اینجای کار پیشگویی های جاماست درست از آب در آمده. بیامد پس از سروران سپاه پس تهم جاماسپ، دستور شاه تهم جاماسپ. تهم یعنی بزرگ، ما تهم تن داریم، یعنی کسی که هیکل بزرگی داره، لقب رستم بوده، مورد اسفندیار هم به کار برده میشه، تهم تن اسفندیار. باری بیامد پس از سروران سپاه پس تهم جاماسپ، دستور شاه. نبرد سواری گرامیش نام، گرامی نامی فرزند جاماسپ آمد. نبرد سواری گرامیش نام، به ماننده پور دستان سام، تو گویی رستمی. یکی چرمهی برنشسته سمند، نکو گام زن باره بیگزند. به پیش صف چینیان ایستاد، خداوند دادار را کرد یاد. کدام است گفت از شما شیر دل، که آید سوی نیزه جانگسل. کجای است آن جادوی خیش کام، کجا نام خواست از هزارانش نام. سراغ نام خواست را گرفت، اونیز از دیگر سرداران تورانی بود چنان که خواندیم. برفت آن زمان پیش او نام خواست، بران اسب گفتی که کوه است راست. بگشتند هر دو سوار هژیر، به گرز و به نیزه، به شمشیر و تیر. گرامی گوی بود با زور شیر، نتابید با او سوار دلیر. گرفت از گرامی نبرده گریب، نبرده یعنی مبارز، پهلوان، دلاور. نام خواستیز حریف گرامی نیست، از او فرار کرد. گریق به قین به معنی گریز، فرار. گرفت از گرامی نبرده گریخ، که زور کیان دید و برنده تیغ. گرامی خرامید با خشم تیز، دل از کینه خستگان پرستیز. میان صف دشمن اندر فتاد، پس از دامن کوه برخاست باد. سپاه از دو سو در هم آمیختند، یکی گرد تیره برانگیختند. بدان شورش اندر میان سپاه، از آن زخم شمشیر و گرد سپاه. بیفتاد از دست ایرانیان درفش فروزنده کاویان. در اون گرما گرم معرکه جنگ درفش کاویان نگونسار شد. گرامی بداندان درفش، گرامی بدیدان درفش چون نیل. گرامی صحنه رو دید، درفش کاویان که همواره علمی بود که ایرانیان در زیر سایه این درفش تیغ می زدند و دل می گرفتند. اون رو چون نگون سار دید، رفت که درفش رو برداره. گرامی بدیدان درفش چون نیل، که افکنده بودند از پشت پیل. فرود آمد و برگرفتش ز خاک، بیفشاند از او خاک و بسترد پاک. او را بدیدند گردان چین، که آن نیزه نامدار گزین. از آن خاک برداشت بسترد گرد، به گردش گرفتند مردان مرد. به گردش
ز هر سو همی تاختند، به شمشیر دستش بینداختند. درفش فریدون به دندان گرفت، همی زد به یک دست گرزه شگفت. سرانجام کارش بکشتند زار، بدان گرم خاکش فکندند خار. دریغ و نبرد سوار دلیر، که بازش ندید آن خردمند پیر. باری دوستان، تا اینجای کار چنان که دیدیم پیشگویی های جاماز نعل به نعل و طابق نعل درست از کار در آمده است. اما یاران، وقت ما به اتمام رسید، بنابراین اجازه بفرمایید تا دنباله این حکایت و الباقی اون تاریخ را به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و بهروزی و سرفرازی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.